یه تکنیک خیلی باحال سینمایی است که کاملا رمزآلود و سرگیجه‌آور است. سلام، من حمید سهرابی ام. خیلی خوشحالم از اینکه پای این ویدیو نشستی. امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت و پر انرژی باشی. اگه اولین بار است که ویدیویی از کانال من میبینی، خوشحال میشم کانالمو سابسکرایب کنی و زنگوله بغلش هم بزنی. واسه اینکه این اتفاق یا این افکت بامزه رو بسازی، کافیه که یکی دو اصل رو رعایت کنی. این اتفاق اولین بار تو فیلم سرگیجه توسط آلفرد هیچکاک ساخته و پرداخته شد که امروز با نرم افزار پریمیر میخوام اجراش کنم. این فوتیجیه که من دانلود کردم. فوتیج باید به گونه‌ای باشه که زوم بشه. منتها باید زوم بک بشه. این زوم اینه و زوم بک نیست. اشکالی نداره. من اینو ریورس میکنم، سرعتشو زیاد کنیم. اینو مستقیم میکشم توی تایملاین، صداشو کاری ندارم، پاک میکنم و اینو اول اصلا میخوام سرعتش زیاد شه و ریورس بشه، یعنی سر و ته بخش. اول ریورس رو بزن، سرعتشو میخوام در حد 5 برابر زیاد شه. حالا نگاه کن، زوم بک میشه. خب این اتفاق باید چجوری رقم میخوره؟ کما که رو این کلیک کردی، برو توی افکت کنترلز، رو فریم اول اسکیل رو یکی فریم بزن، همین 100 باشه، پارامترش ثابت باشه. بپر رو کی فریم آخر، اینجا یه دونه عقب اینجا. ببین اول از همه ببین درختای ما کجا هم. من یه کلیک روی این بخش کنم، کنترل آر بزن، رولر بیاد، درختای ما اینجا، این یه دونه، این دوتا درختای اصلی یا سوژه های اصلیمون اینجا. من این رولرها یا گایدلاین ها رو میذارم تا حواسم باشه درختام کجا بودن. حالا میرم فریم آخر، باید به قدری زوم کنم تا این درخت ها دقیقا به موازات این گایدلاین ها در بیان. ببین دقیقا اینجا. حالا من این گایدلاین ها رو پاک میکنم یا میدم بغل، حالا راست یا چپ فرقی نداره. یه کنترل آرم که بزنی میپره. حالا داستان از این قرار هست، یه اتفاق سرگیجه ای با حال. من ایکس میزنم تا خودش این بخش رو انتخاب کنه تا هی پخش بشه. میبینی که یه اتفاق خیلی با حال سرگیجه آور اینجا داریم. اگر این ریورس کنیم چی میشه؟ خب ریورس کنیم چیز با حالی عذاب در نمیاد، ولی خب کلیت داستان اینه. ببین ریورس که بشه یه چیز عجیب غریب میشه، همونها منتها من کیفریمامو درست زدم. ببین من وقتی که اینو ریورس کردم میخواستم زوم بک بشه، ولی وقتی ریورس نکنی این زوم این میشه و کیفریمامون هم دقت کنی جابجا میشه. اول زوم باید بکنیم، یعنی 276 یا 275، بعد کم کم میره کیفریم اصلیش. فرقی نداره، فقط تو پارامترشه. ولی در کل تو اینو که انداختی، وردا ریورسش کن، سرعتش رو 5 برابر کن، کی فریم اول اسکیلش همون پارامتر 100 باشه و فریم آخر کی فریمش در واقع پارامترش باشه 275 276 یا چیزی که حس میکنی. و این کل داستانه. واسه این که این فوتیج رو دانلود کنی و روش تمرین کنی، وارد بخش دسکریپشن شو، از اونجا لینک دانلودش رو گذاشتم، میتونی دانلود کنی و استفاده کنی. من حمید سهرابی هم. اگر از این ویدیو خوشت اومد یه لایک به من بده کاری و اینکه کامنت بذار چه چیزی باعث میشه این اتفاق جذاب تر بشه، ساند افکتی، اصلاح رنگ دراماتیکی یا چی، یه چیزی اضافه کن که جذاب تر کنه این اتفاق. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه و تا اتفاقات بعدی و ویدیوهای جذاب دیگه ارادت.